مارواری در خونه با شوهر و فرزندانش نشسته تلویزیون تماشا میکرد. همین وقت در رو کسی سخت سخت گفت و پسر کلونیاش داویده برآمد و در رو کشد. روبرویش پدری مردگیش می ایستاد. مارواری بعد دیدن شوهری به قول کیهو خاک و تراب گشتهش در جایش شق شده ماند. شوهری مارواری در تعجب ماند. پسر کلونیاش اون که کیهو با عقل شده بود داویده پدرش رو سخت سخت بوسیده اشک ریزان می گفت: اوتا جون شما زنده، اورا اوتا جون. سلیم پسری کلونیاش رو سخت با اوغوش گرفته اشک چشمانش رو پو کرد و به مروارید نگریسته گفت: سلام، من اومدم. اخیر جسدی تو رو از مهاجرت آورده ورده بودند که با چشمم خودم دیده بودم. توبه، این خیل شدنش ممکن نیست، گفت مروارید. من زنده، میفهمی؟ من زنده اومدم به نزدی کودکانم. سلیم، 7 سال پیشتر جسدی تو رو از روسیه به وطن انتقال داده بودن. حتی تو قبر داری در پهلوی پدری رحمتیت. چی؟ پدرم از دنیا گذشت مگر؟ بله، پدرت از غمی تو گذشت. مادرت در دمی مرگ قرار دارد. اوه پدر. سلیم مرد ناشناس رو دیده پیخاست کرد که این مرد شوهری همسرش می باشد. تو شوهر کردی؟ بله، سرش رو خم کرد مروارید. شناس شو، این صابیر است. می فهمم مروارید. سلیم دست برای سلام کردن به صابیر دراز کرد و گفت: این تقدیر بوده است. من 7 سال در اسارت ترکا در ترکیه بودم. نو از اسارت خلاص شده به وطن آمدم. سرچه دویومی سلیم از خواب بیدار شده داویده خود را به آغوش صابیر پرداخت. سلیم به او آغوش کشاده گفت: پسر جان شیرینم، اینجا بیا. تو اینقدر کلونک شده ای. داده من صابیر، تو کیستی؟ من داده جان غریبت. مروارید گریان پسرچهش را از دست صابیر گرفت و گفت: سلیم، خوش آمدی به وطن، اما من دیگر زنی تو نیستم. این تقدیر است. سلیم چیزی نگفت و برآمده رفت. صابیر با قهر به مروارید نگریسته گفت که: اگر باری دیگر گبزنیت رو با سابق شوهرت بینم میکشمت. مایلش. مروارید هرچند در زبان مایلش گفته باشدم، اما در دلش میسوخت برای بختی اولش. سلیم رو دوست داشته خوندار شده بود. آنها با سلیم همسایه بودند. پدری سلیم در آرزوی کلینی خوندگی بود و دایما تاکید میکرد که دختری نخونده رو کلینه میکند. سلیم با مروارید از دهه گریخته به شهر به خانه خاله سلیم آمده پنهان شده بودند. بعد چند پدری سلیم آمده آنها رو یافت و ناعلاج برای ازدواج آنها راضی شد. اما روزی توی ناگهان یک سوختاری سخت به وقوع آمد و چادر عروسی مروارید سوخت. آنگاه یکی از آنهای کهنسال دهه با افسوس گفت که این نشانه بد است. این دختر تا به آخر خوشبخت نمیماند. بختش سوخت. مروارید اکنون گپی آن کمپی رو به یاد آورده خون میگریست. تا صبح میژه ته نکرد. قلبش به یاد عشق اول، بخت نخستینش گرم گرم میتپید. نوله دلش رو فقط خودش میشنید و خداوند. آخر او را گرانیده بود مروارید. 6 سال به شوهر زندگی کرد. از کجای صابیر پیدا شد و خود را عاشق شایدا تراشیده با جان و حالش نمونده او رو روزی کنونید که زنی او شود. اینک 1 سال است که او زنی شوهر دار است. اما معجزه خداوند رو بینید که شوهرش صحت و سلامت بوده است. اکنون چی می شده باشد؟ این دلی آمیخته و پزمانیش مگر به زنده جدایی توقعت می کند؟ پسرانش پدر رو دیده مگر صبر می کنند که در پهلویشون دیگر مرد باشد؟ 7 سال پیشتر جسد جوان پسری را از روسیه خیش و تبوری سلیم آورده گفتند که او را در جنگل سکین خطا به قد رسانیده ریزه ریزه کردند. روی جسد را دیدن غیر امکان بود. اما لباسای جسد، قد و بستش، ساعت دستش به سلیم بودنی او گواهی می دادند. آن وقت مروارید از ساعت دستش گمان کرده بود که این جسد سلیم است. روی جسد را دیدن غیر امکان بود. اما لباسای جسد، قد و بستش، ساعت دستش به سلیم بودنی او گواهی می دادن. اون وقت مروارید
асуати дасташ гумон карда буд ки ин ҷасади Салим аст. Салим баъди издивоҷ бо Марворид 2 сол муаллим шуда кор карду, сипас гуфт ки зиндагӣ душвор шудааст, коркунӣ меравам. Марворид он вақт гирьяву зорӣ кард ки ба ғарибӣ наравад. Ҳамин ҷо паҳлӯи зану фарзандону волидонаш истода зиндагиашро бо ним танон гузаронад. Аммо Салим ду поро ба як мӯза андохта гуфт ки ба муҳоҷират меравад. Рафту баъди 3 моҳ занг зада пули калон фиристод. Марворид ҳам аз пулфиристонии шавҳар хурсанд шуд. Аммо дери нагузашта пулфиристодани шавҳар қатъ гардид. Вақтҳои охир умуман занг намезад. Муддати 3 сол аз ӯ дарак нашуд. Додари Салим ба ҷустуҷӯяш ба шаҳри Москва рафт. Аммо баъди 6 моҳ телефон карда гуфт ки ҷасади акаашро аз морг ёфтааст. Вақте ки ҷасади шинохтанашавандаи Салимро ба ватан интиқол доданд, Марворид беҳушу беёд рӯи тобути сиёҳ афтид. Як соли тамом ӯ дар беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ табобат гирифт. Баъди табобат гирифтан ба кор баромад. Дар боғчаи кӯдакони ба ҳайси фарош кор мекард. Писаронаш пайи ҳам калон шудан мегирифтанд. Зиндагонияшон ором буд. Аммо шавҳари дуюмаш баъди издивоҷ кардан бо ҳар баҳона нисбати ӯ рашк мекард. Кунун ки Салим зинда ба ватан баргашт, дигар Собир ҷони ӯро ба лаб хоҳад овард. Марворид субҳи солеҳон намозашро ба ҷо оварду барои шавҳару писаронаш субҳона тайёр кард. Аммо боз садои тақтиқи дар хавоси Марворидро парешон сохт. «Кӣ бошад? Рав писарам, дарро кушо!» Дарро кушоданду дами дар Салимро диданд. Чойники гарми чой аз дасти Марворид ба замин фитод. «Салом, ман безобитаатон кардам. Писаронамро ба назди бибиашон барам?» «Намебарӣ», гуфт Собир. «Ту чӣ ҳақ дорӣ?» пурсид Салим. «Ман шавҳари Марворид ҳастам. Ту 7 сол пеш мурда будӣ барояш. Писаронатро ман хӯрондаву пӯшонида истодаам», ҷавоб дод Собир. «Тана накун, онҳо писарони Салим ҳастанд», тоқат накарда дод зад Марворид ба сӯи Собир. Собир мубталои рашк давида рафта аз коклони дарози Марворид кашид. Ин лаҳза хун ба зари Салим заду дастони Собирро дошта муште ба сараш фаровард ва дастони ӯро ба пушт бурд. Коклони дарози Собир қамсарашро аз кафи дастони Собир берун кард. Дилаш гум зад лаҳзае ба ёди давраи аввали арӯсӣ. «Мемирам, сарте маро!» дод зад Марворид. «Охир ту марди ку, нахот мард то ин дараҷа бефаҳм бошад. Ман назди писаронам омадам, мефаҳмӣ?» гуфт Салим. «Намеои дигар, ё писаронатро тамоман бар, ё тамоман онҳоро фаромӯш соз. Ман онҳоро мебарам, аммо магар Марворид розӣ мешавад?» Марворид гирякунон рӯймолашро аз замин гирифта ба сараш басту ба Собир бо қаҳр гуфт. «Ман писаронамро бо хуни ҷигар калон кардам ва намегузорам ки Салим онҳоро аз ман якумра барад. Агар ту нахоҳӣ баромада рав, боз ту маро пеш мекунӣ, а?» Собир ин дафъа ба сӯи Марворид бо шаст давида болагат ба шикамаш зад. Марворид аз дард як оҳ гуфту ба замин фитод. Тифли шикамаш гӯё аз нолаи модар ба дод омад ки беист ҷунбидан гирифт. Салим дигар сабрашро аз даст дода Собирро кашолакунон аз дар берун кард. Салим хам шуда Марворидро аз замин бардошту пурсид. «Худатро чӣ тавр ҳис мекунӣ? Ёрии таъҷилиро ҷеғ занам?» «Намедонам». Мошини ёрии таъҷилӣ омада Марворидро ба беморхона бурд. Собир ҳамоно савори деви рашк ба беморхона омада ӯро назди духтурону ҳамшираҳои шафқат ҷавобашро дод. Марворид аз суханони тақдирсози Собир намедонист ки ғамгин шавад ва ё хурсанд. Баъди аз беморхона ҷавоб шуда ба хона омадан, Салим гуфт ки аз нав никоҳ кунанду зиндагӣ намоянд. Аммо Марворид гуфт ки каме сабр кунад, то ӯ ба худ ояд. Охир то имрӯз Марворид сари қабри он ҷавони ғӯрамарки ношинос рафта дуо мекард барои рӯҳи ӯ. Аммо имрӯз аниқ шуд ки Салим зинда аст. Вале Марворид ҳанӯз тайёр набуд ки бори дигар бо шавҳари якумаш издивоҷ кунад. Салим розӣ шуд барои интизор шудан. Аммо модари Салим, ки бистарӣ буд, зориаш кард ки ҳамсари дигар бигирад. Модари Салим аз аввал мехост ки духтари хоҳари худашро барои писараш диҳад. Салим ин орзуи охирини модари дар дами марг қарор доштаашро
نمیتونی سکینه گوید. اما زنگریشو از مروریک پینون کردن نمیخوست. دختری خولاش موی شبی 14 بود. سلیم بعد دیدنی دختری خولاش که با بلوغت رسیده بود هوش و خیالش رو گم کرد. مروریک باشد مثل دوره عروسیش خود رو آرو و تارو می داد و خونه ها رو تازه می کرد. خوراکای دوست داشته سلیم رو می پذید که بنوگاه او برای خبرگیری بیاید. اما سلیم وقتای آخر در یک هفته یک بار می اومد و نیم ساعت با پسرانش نشسته می رفت. با مروریت مثل آدمی بگونه مناسبت می کرد. مروریت حیران شد که از او چی گناه گذشته باشد. آخر نوبسته از آن که با کسی دیگر به شوهر برآمده بود همیشه سلیم رو دوست می داشت و خلاص. دیگر مرد در دل او جای نداشت. با صبیر طور مناسبت می کرد که آدمون نفهمند. اما در دل یک تو پرستش تن و نام سلیم محفوظ بود. سلیم زودتر زنی جوان گرفتن می خواست. مادر پرسان شد که مدتی 7 سال کجا بودی و چرا بجای تو جسد دیگر آدم رو آوردن؟ مادر، اگر قصه 7 سالی غریبیم رو نقل کنم دلت ترس می کفد. بهترش تو ندانی خوبتر است. چون که اون همه گذشت، شکر کردن در کار. سلیم این دم گذشته پرسوزش رو به خاطر آورد. در تنش گوی کرده خلید. به یاد آوردن اون روزا برایش خیلی گران بود. سلیم در یک کارخانه ساختمانی کار میکرد. روز دیرکتری همون کارخانه گفت که پول زیادتر کار کردن میخواهی. او راضی شد. این مردی ایار سرگی نام داشت. به میان سلیم 1 کیلو مواد مخدر بسته از بالایش دو کپچ کرده گفت که این بارو پیاده از بین جنگل گذرانده با یک آدمی من میبری. اگر فریب کنی یافته 500 رو زنده به زنده میکنم. سلیم نمیدونست که از پسش یک نفر آدمی سرگی پویده میآید. از میان جنگل میگذشت و دلش رو ترس و وحیمه پخش میکرد. بدنش لرزه دمید. گمانش که حاضر از پسش یک گروه ملتگرایان روس دویده اومده با آرماتور میزنند. دم به دم به پسش مینگریست تا به جای گفتگی سرگی رسیده آمد. این یک بنای با حشمت افسانوی بود. تگمه در رو زیر کرد. از آنجا صدای آمیرانه پرسید که تو کیستی؟ مرا سرگی فرستاد. او را محافظی صاحب خانه به درون در آورد. این خانه های درون به درون زیبا هوش سلیم رو ربود. آخر او اولین بار چونین خانه زیبا رو می دید. صاحب خانه زن بود. زنی که از دیدنش کس به حیرت می آید. این زنی زیبا و آراسته به پیشوازش بر آمد. سلیم دهانش واز به او می نگریست و چیزی گفته نمی توانیست. زنی زیبا پرسید. از تاجیکستان یا ازبکستان؟ از تاجیکستان. کنی بار؟ حاضر. سلیم کرتش رو کشید و از میانش بار رو برآورد. آفرین. از اوده سپارش سرگی بر اومده ای. این دفعه هم خودت بیا. زنی زیبا با او خیر و خوش کرد و گفت که به سرگی گوی که پول پگو تیار می شود. سلیم باز از میانی جنگلی سردرخ با یک ترس و وحیمه می گذشت. همین وقت از کجای دو جوانی نیم برهنه با دست آرماتور و زنجیرهای غاز روی برایش آمدن گرفتن. سلیم نه دوز زده توانیست و نه گریخته. در جایش کرخت شد. این جوانانی 18-19 ساله ملتگرو او را اول خوب تحقیر و دشنام داده سپس فرمان دادن که برای خلاصی جانش سخت بیدود. سلیم با تمام قوتش سوی جنگل دوید. آن دو جوان با او رسیده از پس سرش با آرماتور چنان ضربه فراوردن که بیهوش و بیاد به درون جویبار فتاد. وقتی که به خود آمد خود را میان آدمانی ناشناسی زبانشان به زبان ازبکی مونن دریافت. حیران به یکی نگریست و با زبان روسی پرسید که او در کجاست. ترما نیم مرده و نیم زنده در جنگل یافته بودیم. شما کیستید و من در کجایم؟ ما یک قبیله کردها هستیم. تو باشی حالا در ترکیه هستی. چی؟ باز از هوش رفت سلیم. همین تر سلیم غلام این قبیله کردها شد. دیر نگذشته زبان آنها را آموخت. زوری میکرد که 1 دقیقه تلفن موبیلی دهندش تا به وطنش زنگ زند. اما سردار قبیله دوغ زده گفت که تو غلام ما هستی. برای همین به اجازت ما یگان کار کنی پسرت را زنده به زنده میکنیم. 7 سال سلیم زیر اسارت آنها بود. وقتی که سردار این قبیله وفات کرد سلیم از اسارت آنها گریخت. اینک به وطن آمد. سرش رو
ба оғӯши модар ниҳод. Модар ӯро бӯса карда, дуо дод ва гуфт ки: «Писарам, зудтар тӯй кун. Орзу ва ҳаваси дар дил доштаамро амалӣ кунам. Оча ҷон, дилам ба ҳамсари аввалам месӯзад. Охир боз ду писарча дорам ку. Занат агар туро самимӣ дӯст медошт, шавҳар намекард. Охир шавҳараш аз рашк ӯро сар дод, оча ҷон. Ту чӣ хел мард ҳастӣ, писарам. Боз дилат ба зани шавҳар кардаат кашол аст магар. Охир ӯ ду писар дорад, оча ҷон. Мисли ту чунин мардҳое аз занҳояшон ҷудо шуда хело зиёд ҳастанд ва фарзанд ҳамеша падарашро меёбад. Майлаш, оча, зудтар аз паси тӯй шавед. Дуои шуморо мегирам. Марворид бошад, ҳар рӯз интизори Салим буд. Дар дил нақша кашид ки агар ин навбат Салим боз изҳори таклифи аз нав никоҳ карданро кунад, ӯ зуд розӣ мешавад. Аммо Салим бо қавоқи гирифта ба хона омада ба писарунаш пул доду сипас ба Марворид ишора кард ки гапи пинҳонӣ дорад. Гӯш мекунам, азизам. Ман ба таклифи кардаи ту омода шудаам, чунки бе ту зиндагӣ бароям маъно надорад. Марворид, гӯш кун. Ман зан мегирам. Чӣ? Зан мегирӣ? Бале, ба хотири дуои модари бистариам. Медони ку, аз аввал ту ба модару падари ман писар набудӣ. Акнун мехоҳад ки таби дилаш келин фарорад хеши худашро. Рав дигар наё. Салим аз хона баромад. Дили Марворид ба замин фитод. Гириашро пинҳон кардан мехост аз писаронаш. Ба ҷуз гирия дигар дармоне надошт. Салим рӯзи дигар аз паси тарадуди тӯй шуд. Арӯси нав чунон дилрабову соҳибҷамол буд ки Салим тамоми дуньёро муддате фаромӯш кард. Аз ҳоли Марвориду писаронаш умуман хабар намегирифт. Марворид аз ин рафтори сарди Салим дилаш хун намедонист ки аламашро аз чӣ гирад. Писаронаш дам ба дам мепурсиданд ки: «Оча, дадам кай меояд?» Марворид ба Салим занг зад. Гӯширо зани ҷавону аёраш Нигора бардошт. «Лабай, Салим ҳаст? Шумо кӣ ҳастед?» «Ман модари ду писараш. Ман занаш ҳастам. Шумо метавонед дигар ба ин рақам занг назанед. Ман ҳам ба ӯ писар таваллуд карда метавонам.» Ин суханони нештори арӯси нав Марворидро ба ҳайрат овард. Аз дил гузаронид ки инқадар ҷавону инқадар баддаҳону зирак аст, шаварашро аллакай соҳибӣ карда истодааст. Писари калонашро ба хонаи соҳиби хуштоманаш фиристод. Аммо бегоҳӣ писараш бо чашмони варамида баргашта гуфт ки: «Оча ҷон, дигар маро ба хонаи падарам ҳаргиз нафиристед. Зани навашро чунон меҳрубонӣ мекунад ки мисли кӯдак. Маро зани наваш оҳиста аз дар берун карда гуфт ки дигар поямро ба он даргоҳ нагузорам. Намеравам дигар, оча ҷон. 7 сол падарам набуд, натавонистем ку бе падар. Аз ин баъд ҳам метавонем бе ӯ зиста. Ман мард ҳастам, модар ҷон.» Аммо ин лаҳза дили пазмони Марворид месӯхту месӯхт. Ин сӯхтани дилашро фақат худаш дарк карда метавонисту халос. Ин дар зиндагияш дуюмин сӯзише буд ки эҳсос мекард. Аввалин бор ҷасади он ҷавони бегонаро ки аз хона мебароварданд гумон дошт ки ҷасади Салим аст. Дуюмин бор имрӯз писарашро зани собиқ ҳамсараш аз дар берун кардааст. Марворид зани бофаросату босавод буд. Аз давраи мактабӣ зиёд китоби бадеӣ мехонд. Ҳатто дафтари хотироте низ дошт ки ҳаёташро мисли афсона менавишту менавишт. Ин дақиқа низ дафтари хотироташро кушода ба навиштан оғоз кард. «Аз ҳамин соат кӯшиш мекунам ки муҳаббати туро аз дилам канда дар гӯрихонаи фаромӯшӣ ҷояш намоям. Аммо туро дӯст медорам. Ин дӯстдорӣ бошад на забон дораду на доираи муайян. Чӣ кор кунам бо ин дили шикастаи пазмониам? Оҳ, худоё, ин дарди ишқ охир маро мекушад. Охир дӯст медорам Салимро. ҳарчанд муддати кӯтоҳ бо Собир зиндагӣ карда бошам ҳам мудом ғамгину парешон будам. Симояш бароям нафратовар буд. Дилам доимо моили ту буд. Барои ҳамин бибии раҳматиам мегуфтанд ки зиндагӣ бо одами мехостагият агар як рӯз бошад ба 100 сол баробар аст. Аммо агар одами динописандат бошад, пас 100 соли зиндагӣ мисли дӯзах аст. Салим, баргард ба наздам. Ақлан дар як моҳ як бор пеши мо бош. Тоқати дуриятро надорам. Вақте ки гумон доштам
در حقیقت مرده ای. این تب نسوخته بودم. اما حالا دلم می گیرید. سلیم باشد با عروی سینوش نیتی سفر به خوجان داشت. به خاطرش نه پسرانش می اومدند و نه مروارید. عروی سینو بند دلی سلیم رو به دست آورده از عشق و محبت او استفاده می برد. سلیم از نگاره پرسید که پسری کلونی هم چرا خیر نگفته بر اومده رفته است؟ چون که ما رو اقورت کرده می گوید که تو پدری ما رو جادو کرده گرفته ای. نخود پسری من چونین گوید؟ باور ندارم. مگر من به دروغگو مونند هستم؟ با ناز و کرشمه گفت نگاره. عروی سینو هرچند جیانی مادرش باشدم بعدی با کار رفتنی سلیم با خوشتومنش روزی سیاه می داد. خوشتومنش آب آب گفته نیدا می کرد. اما او خود را به نادانی زده در خونهش خود را آرو و تارو داده می نشست. عروس، ها عروس، کجا هستی؟ تشنه و گشنه شدم. ای بزار کردی کمپیری مردنی، که تو می مرده باشی که من خلاص شوم. عروس نو کوشش میکرد که نزد شوهرش خود را خوب نشان داده خوشتومنش را مهربانی کند. اما همین که سلیم به کار می رفت او اینان اختیار را به دست گرفته به دو دوای سر می کرد. به سری کمپیری مرده استاده داد زده می گفت که که تو میموری و جانی من آساید. کمپیری از کرده پشایمان زوری کرده می گفت دخترم آخر تو جان و جگری خودم هستی و چرا اینقدر مرا بعد می بینی؟ خیش گفته تو را برای پسری گم کردم کلین کردم ولی تو نه خودت را حرمت می کنی و نه مرا. خدا ایمانت دید. ادامت اگیر اوف با دلکم زدی دخترم این خیل نکن. آدمیزاد از دعا می سبزد آخیر. ای روی دعا گیرم از مادرجانی خودم می گیرم. دخترم یک باری دیگر التماس می کنم که حرمتی خودت را دان. تو خیشی خودم هستی آخیر. در وقتش مروارید سخت احترام می کرد مرا. توی ناشود را کلین کردم و اکنون به قدرش رسیدم. ای بی خودم است. در پیری گپشنوی تو بر این تیر میزک شدم. خب کن کمپیر دیرم گرفتی. نگارا نقشه میکشید که چطور زودتر کمپیری کسال رو به مرگ رساند. از دوگانه نزدیکش مصلحت پرسید. او گفت که میدونی دوگانه تو بچه کمپیر هر روز چوردانگی دیمید رو انداز. نگارا نترسیده هر روز با کمپیر چای دم میکرد و با اون هپای خوبوار رو مایده کرده می اندخت. کمپیر حس کرد که روزای اخیر سخت خوبولود شده است. دلش از کلینی نوش خواتیر شد و از سلیم التماس کرد که او رو دمی مرگش به خونه سابق کلینش و نبرههایش برد. سلیم از این رفتاری ناگهانی مادرش در تعجب ماند. مروارید از آمدن سابق خوشتومنش سخت خرسند شد و خونچه رو تازه کرده برایش کربچه های مخملین و رویجه های سفید رو پرتفته پذیرایی سمیمیش کرد. کمپیر پشایمان دستانی کلینش رو بوسیده در تنهایی برای نفهمی هایش عذر پرسید و سپس در برای رفتارهای کلینی نوش به مروارید نقل کرد. از این نقلها مروارید گریبانی حیرت گرفت. آخر از نقل خوشتومنش معلوم شد که نگارا در نبودن شوهر با دوگانه‌اش به خونه فوبین ها رفته هر خیل چیزو می آورده است و بچه های خوراک سلیم می اندخته است. باور کن کلین من امروز هستم پگاه نیستم. اما تو پسرانت رو احتیاط کن. دیگر به نزد آنها نفریست. کوشش کن که شوهرت رو برگردونی. چون که سلیم من در دست این زنی عیار حیش می شود او رو نغز کک محکم قپو به کسی دیگر نده. آخر سلیم پدری پسرانت است. مادر مگر شما نمی دونید که چقدر من سخت دوست می دارم سلیم را. اما او این زمان تماما با من و پسرانش نگاه نمی کند. هوش و خیالش با عروس نوش است. ای بچم این همه کاری گذرنده است. حالا این دختر جوان است. سلیم از پسش کشاله است. اما بعد نیم سال بازگشته پیشی تو می آید. او تنها تو رو دوست می دارد. می فهمی؟ کشکی اوچا جان کشکی گفته ای شما شود. سلیم از نگاره پرسید که چرا مادرم
از این خونه قهر کرده به نزد مروارید رفت. من از کجا می دانم؟ آخر مروارید شما یک جادوگر است. شاید خوشتامانش را گرم کرده باشد. باز این چی گپ است؟ اوها، یک شناسی مروارید تعریفیتون گفت که او را در دمی دروازه هر خ زنهای جادوگر دیده است. نیگوره، راستش را گوی. باور نکنی از دوگانه هم پرس. این دوگانه همسری نوش در همسایگی مروارید زندگی می کرد. دوگانه نیگوره با واسطه تلفن و سلیم نقل کرد که گوی مروارید دوی ما به خانه زنهای جادوگر رفته سلیم و خوشتامانش را به خودش گرم می کرده است. این سخنان همسایه نزدیک مروارید به دل ساده سلیم آتش انداخت و او به این سخنان دروغش باور کرد. سری قهر و غضب به خانه مروارید آمده دوغ زده گفت: گوش کن مروارید، تو به فکرم چی بلای کرده مادرم را به خودت گرم کردی که بعد این قدر سال به خانه تو آمده حتی طرفی تو را گرفته ایستاده است؟ شرم نمی داری؟ تو با که با کف و صوف زندگی می کنی؟ سلیم، من تو را نفهمیده ایستادم. تو چیو می گویی؟ آخر من در حیاتم به خانه یگان فوبی نرفتم. عقل در جوش است مگر؟ تو می دانی که من به این چیزا باور ندارم. این لحظه مادر سلیم از رجای خودش برآمده طرفی کلینش را گرفته گفت: بچه جانم، او گناه ندارد. حالا هم وقت داری. بیا و بازن و پسرانی دوست روید زندگی کن. هر دویتان هم خوب گناه کردید. اکنون هم اش رو فراموش کرده از پس زندگی نو شوید. تو از نگاره ایار زود خلاص شو، چون که آیندهت با این زن سیاه می شود. اوچه جان، خودت بازاری و تولا او رو به من دادی و اکنون باز تنه می کنی. من در اصل نفهمیدم که نیگوره چه خیل دختر است. مروارید زنی تیلو است، از یادت نبرار. سلیم دست افشاند و به خانه برگشت. زندگی یک سال اخیرش را از دید نگاه خود تحلیل کرده برآمد. گپی مادرش درست بود. مروارید نسبت نیگوره تماما دیگر بود. اما جوانی و ناز و کرشمه نیگوره دلی سلیم را ربوده بود. تشنه نگاه ها و خنده های بلندی نگاره می شد. سلیم در بین دو زنی دوست داشتهش مانده بود. نگاره از حامله‌دار شدنش خرسند نبود. با خود می گفت که حالا جوان هستم، وقت طفل کلان کردن نیست. برای همین به اجازت شوهرش رفته طفل را اسقاط حمل کرد. سلیم حس کرد که همسر جوانش بیمار شده است. با غمخوری نزدش نشسته سری او را ماس کرد و پرسید که دلش چی می خواهد. عزیزکم، من سخت بیمار هستم. به فکرم که کودک رو از دست می دیم. این تونه گوی نگوره، این فرزندی من است، میوه عشق من و تو است. خیر، حالا من جوان هستم که سال دیگر باز تولد می کنم. به فکرم که جادو بازی های مرواری داد به من اثر کرد که اینقدر سخت به حال و بیمدار هستم. این کپایت اساس ندارد جونکم. من میدونم که مروارید به این کارها قدیر نیست. آها، تو پیشش رفتی و عجوزه کمپیری مادرت به فکرم چونین گپا رو گفت. چرا در حق خواهد چونین میگویی؟ من از تو باور نداشتم نیگوره. شد اکنون من فهمیدم تو رو. نیگوره خود رو قهری و نمود کرده برامده به خونه مادرش رفت. سلیم غمگین شده از پس او به خانه خاله اش رفت. خاله جان، من به نیگوره زندگی کرده نمیتوانم. اجازه دید که او رو گرفته برم. نه، این گپی گفتگیت او رو به قهر آورده است و میگوید که با تو زندگی کردن نمیخواهد. آخر خاله جان، مادرم رو عجوزه میگوید. هیچ گپ نه، خاله اش او رو رنجانده است. کمپیر کسل، هر خیل گپ رو میگوید. نه، کسال هم باشد عقلش در جوش است. راو، پیش زنی اولاد راو. سلیم سخت آتشین شده به خانه برگشت. در تنهایی عکسای پسرانش را گرفته نگاه کرد و از دل گذرانید که در آینده چی باید کرد. آخر پسرانش شبیه خودش هستند و محتاج مهربانی و دستگیری پدر می باشند. بی پدری مشکل است. شاید گذشته را فراموش سازد و از نو با مروارید نکاح کرده زندگی کند. نیگوره
ارودونس نمی دورد. سلیم دست رویش و شست و بعد نموزی پیشین رو بجا آوردن به خونه مروارید رسی پار گردید. اما دمی دروازه حولی آدمانی بسیار رو دیده خواتیر شده دوید. چی گپ شده باشد؟ از دلش گذشت که شاید مادری بیمارش بندگی کرده باشد. اما نزدیکان مروارید رو دید که آه و ناله کنان فیغان داشتند. پسرانش دویده آمده او رو به آغوش کشیده داد زدند. آچه جانم سهری برای شیرخری به بازار رفت و در راه آهن او رو پای زیر کرد. چی؟ آه مروارید. مروارید سوپی صالحان برای خریدن شیر بسای بازار رسپار میکردد و ناگهان با خیالهای خودبند آمدن قطاره را پیخز نمی کند. قطاره او رو زده جسدش رو به چهار طرف چوش و پاش کرد. سلیم قریب که از عقل بگونه گردد. باور نمی کرد به مرگ مروارید. آخر روز و نیازی نگفته بسیاری داشت. همه اون در دلش موند و در وقت زنده بودن مروارید به او نگفت. مروارید نیازمند سخنان شیرین و بهترین او بود. بعد مرگ مروارید نگار به خانه برگشت. اما سلیم جواب او را به خوبی داده پسرانش را خودش به دوشش گرفت. مادر سلیم بعد دو ماه مرگ مروارید دلش سکته قلبی گرفته وفات کرد. بعد مرگش دفتر خاطرات مروارید به دست سلیم فتاد و او اکنون درک کرد که چقدر صحف کرده است در زندگیش. به قدری زنی نرسید که او را با جان و دل دوست می داشت. سلیم به خاطر پسرانش دیگر زن نگرفت. هر شب دفتر خاطرات مروارید ناکام را می خواند و تا صبح خود به خود با او روز و نیاز می کند. به پسرانش دائم نصیحت می کند که به قدری نیکی آدمگری کسی در وقت زنده بودنش بیرسند، چون که بعد مردن روح آدمی آزرده دیگر نیاز به مهربانی ندارد و پشیمانی سود ندارد. در عمرم پیش پا خوردم سی دستم کس نمیگیرد، حیاتی خود شکست دادم سی دستم دوست نمیگیرد. در عمرم پیش پا خوردم سی دستم کس نمیگیرد، حیاتی خود شکست دادم سی دستم دوست نمیگیرد. کجا پدر کجا مادر کجا برادر جانم، کجا پدر کجا مادر کجا برادر جانم. من افتادم به زیر چاه مرا به شست نمیگیرد، من افتادم به زیر چاه مرا به شست نمیگیرد. در عمرم پیش پا خوردم زی دستم کس نمیگیرد، حیات خود شکست دادم زی دستم دوست نمیگیرد. وای دار خبرگیرم،
زندو